آدم مؤمن رو میگن چی؟ آزارش به کسی نمیرسه. آدم مؤمن رو میگن چی؟ نماز میخونه، با ادبه، بسیاری از ویژگی ها. ولی اصلا آخه نوعاً به ذهنها خطور نمی کنه. ببین کسی که مؤمن بود، یعنی بنده تصورم این هستش که اکثر آدم ها موتور وجودشون نیمسوز داره کار میکنه. اینجوری نباید زندگی کرد. خیلی باید سر حال بود، خیلی باید قدرت داشت، خیلی باید با قدرت روحی زندگی کرد. میفرماید مؤمن غالبا با قدرت جسمیش زندگی نمیکنه، با قدرت روحیش زندگی میکنه، یعنی نشاطش، نشاطی که موجب میشه 10 برابر از جسمش استفاده کنه. من حاضرم یه کاغذ بدم خدمت شما و شما صدها کاغذ به دوستانتون بدید، توی کلاسی میرید، معلم هستید، سر کار میرید با رفقا، توی خانه با مهمانی کاغذ پخش کنید، منم کاغذ بین شما پخش کنم. همین سوالی که من به شما میکنم، از شما میپرسم، شما از دوستانتون بپرسید ببینید چی جواب میدن. یه آدم مؤمن چه ویژگی هایی داره؟ هر چی به ذهنت میرسه بگو، بنویس، 2-3 کلمه، هر چی به ذهنت رسید، ولی به سرعت. من امتحان کردم یه جاهایی، گفتم وقتی میگید یه آدم مؤمن، اولین چیزی که به ذهنتون خطور میکنه چیه؟ بنویس. تقریبا هیچ وقت من ندیدم کسی جواب بده آدم با نشاطیه. آدم مؤمن رو میگن چی؟ آزارش به کسی نمیرسه. آدم مؤمن رو میگن چی؟ نماز میخونه، با ادبه، بسیاری از ویژگی ها. ولی اصلا آخه نوعاً به ذهنها خطور نمی کنه. ببین کسی که مؤمن بود یعنی با نشاط، یعنی دارای قدرت روحی است، یعنی با انگیزه بالا زندگی و بندگی می کند، یعنی از کسالت به دور است، یعنی بسیار انسان با انرژی است. امیرالمومنین علی علیه السلام در توصیف اهل تقوا فرمودند دائما نشاط و بعیدن کسل، و کسالت از او دوره. ببینید، نه اینکه کسالت نداره، او کجا و کسالت کجا. بعیدن کسل یعنی این، یعنی او کسل بشه چه حرفی میزنه، اون یه گله انرژیه، حال نداره بلند شه، حال نداره بره سر کار، حال نداره کار بکنه، حال نداره بنشینه، حال نداره ورزش کنه، حال نداره چی کار داره میکنه، پس حال هیچی رو نداره. به خدا قسم جسم انسان فرسوده میشه در اثر نداشتن نشاط. ما میریم به جوونا میگیم آقا سحرخیز باشید تا با نشاط تر باشید، جواب نمیده. این برانگیختن انگیزه جواب نمیده. چرا؟ میگه نشاط میخوام برای چی؟ نشاط کیلو چند؟ نشاط چه ضرورتی داره؟ مؤمن غالبا با قدرت جسمیش زندگی نمیکنه، با قدرت روحیش زندگی میکنه، یعنی نشاطش.